اگه دلت شکسته، غمگینی یا که خسته، چارشیه یه لبخند. اگه تنها نشستی، حوصله ات سر رفته، چارشیه یه لبخند. اخباتو تو هم کردی، گره تو ابرو کردی، چارشیه یه لبخند. قوری گل قرمزی با توپ زدی شکستی، چارشیه یه لبخند. مشقاتو تو نوشتی، کار نداری نشستی، چارشیه یه لبخند. پرستو پندار کجا؟ تو خونه تنها هستی، منتظرش نشستی، چارش چیه؟ یه لبخند. تو برنامه یه لبخند، فقط و فقط یه لبخند. دنیامون رنگا رنگه، با لبخند شادی ازت میریزه، با لبخند هر بچه ای عزیزه، با لبخند مهربونی زیاده، با لبخند شادی داره میباره، با لبخند دوستای خوبی باشی، با لبخند راهی قصه هاشی، با لبخند کنار هم میمونیم، با لبخند پرستو قصه میگه، با لبخند پندار نمک میریزه، با لبخند شکر خدا میکنیم، با لبخند همه رو دعا میکنیم. سلام، یه سلام به همه شما دوستای عزیز که الان دارید برنامه لبخند نگاه میکنید. عصر جمعتون بخیر، امیدواریم خوشحال، سرحال و پر انرژی باشید. سلام میکنم به شما بچه های گل تو خونه، خوش اومدید به لبخند دیگه که امروزم توی یه بعد از ظهر جمعه دیگه خونه های شما مهمونه. بچه ها مهمونه، بله، امیدوارم حالتون خوب باشه. اگه دوست دارید که با ما تماس بگیرید، خب تماس بگیرید دیگه. راه های تماس ما همین زیر برنامه، زیر صفحه تلویزیون میاد میره، همین وقتی که برنامه‌مون هست توی یک ساعت راه های تماس هی خودش میاد میره. یادداشت کنید، ما زنگ بزنید، پیامک بدید. یه شماره وایبر جدیدم داریم که میتونید به ما پیامکاتون از طریق وایبر بدید. پندار شماره رو بگید. بله، پندار شماره چیه بگه؟ شماره‌هایی که برای تلفن و پیامکه که خب زیر نویس میبینید. اگه احتمالاً احیاناً شماره نبود، شماره وایبر من براتون میخونم. شماره وایبرمون هست 20357 96 38 49 51. این شماره وایبرمونه، 2355 96 38 49 51. این شماره وایبره که میتونید بهش پیام بفرستید، عکس بفرستید، صحبت کنید، ویدیو، البته ویدیو و حرف و صوتی و اینا رو هفته دیگه پخش میکنید، ولی پیغاماتون رو حتما میخونیم امروز. بله، میدونید چه، امروز ما انقدر خوشحالیم، انقدر خوشحالیم، انقدر خرسندیم. اصلا میدونید چرا؟ راستی خرسندیم. یه آهنگ تولدم میخوایم بخونیم به خاطر اینکه تولد مهدری دوستمونه. بله بله بله، تازه اینم که چیزی نیست، بعد از اینکه برنامه‌ام تموم شد میخوایم با هم بریم خونه دوستمون. بله. تولد مهمونی جشن بگیریم، آواز بخونیم، خوش بگذره، کادو و خیلی خوبه. اینقدر خوبه. اصلا بذاری همینجا اول برنامه تولد دوست عزیزمون عسل رو بهش تبریک بگیم و همه بچه های عزیزی که امروز تو این هفته، تو روزای آینده، تو روزای چند روز پیش تولدشون بود، بهشون تبریک میگیم. تولد همه تون مبارک، تولد همه تون مبارک، تولد مبارک. دست قشنگر میزنید برای شون، میخونیم واسه شون، آهنگ تولد رو میخونیم واسه بچه ها. بله، هدیه چیزی گرفتی؟ آره، من واسه یه هدیه خیلی خوب، یه هدیه خیلی گرون خریدم. نگفتم چند خریدی، گفتم چی گرفتی. خب همون دیگه، چی گرفتی؟ همون دمون سوالتو جواب دادم، باید هدیه گرون باشه تا خوب باشه. هدیه که گرونه یعنی خوبه، حالا هر چی میخواد باشه. آخه این چه حرفی که تو میزنی؟ هدیه میتونه اتفاقا خیلی هم ارزون باشه برای اون کسی که این هدیه رو بهش بدیم، خیلی هم تازه با ارزش باشه. اصلا این حرفو نزن، خواهش میکنم، اصلا خوب نیست. بابا پرستو، مال قدیما بود، میگفتن نمیدونم هدیه باید با ارزش فلان باشه، یک شاخه گل، یک جوراب با محبت،
اینا مال قدیما بود با. ولی خب پندار جا بالاخره هدیه که شما میخری باید به درد طرف بخوره، باید چیزی باشه که به دردش بخوره، چیزی باشه که خوشش بیاد، بتونه استفاده باشه، قابل استفاده باشه. اصلا میدونی چیه؟ شما بگو چی گرفتی من بهت میگم اگه خوب هست یا نه. معلومه معلومه یک هدیه گرفتم حرف نداره، رفتم تو بازار گشتم آخرین مدل و بهترین مدل اورجینال پلی‌استیشن 4 رو خریدم برای اسد، تازه یه سی دی فیلم هم گرفتم براش فوتبال فیفا 2015 از همه جدیدتر از همه گرونتر. من نمیدونم آخه فوتبال فیفا دارم چی چی به چه درد اصل میخوره، اصلا پلی استیشن بازی میکنه اصلا، اصلا فوتبال بلده؟ خب بلد نماشه، اصلا دوست داره یاد میگیره، کاری نداره که، مهم اینه که اینقدر هدیهش با ارزشه، اینقدر گرونه، اصلا هیچکی نداره. یعنی کادو رو که بیاد باز کنه تو جمع همه میگن آه ببین چی خریده، آه چی گرون. دقیقا موافقم، یعنی آره. یعنی واقعا اینجوری میگن، واقعا البته میگن موافقم، وقتی که کادو رو باز میکنه همه میگه آخه چیه رفته خریده، به چه درد این دختر میخوره، چون واقعا چیزی نیست که بتونه استفاده کنه، ولی واقعا میگن موافق. مهم اینه که همین دیگه اون در بیاد، حالا هر چی میخوام بگن، مهم اینه که همه فکر کنن بگن به به پندارو ببین چقدر پول داده، چه هدیه گلون و با ارزشی خریده برای اصل، اصلا چی کار دارن میتونه بازی کنه یا نکنه، مهم اینه که اینقدر گلونه، اینقدر با ارزشه، اینقدر خوبه، بسیار خوب، اورجینال. بله برای تو یا برای اصل؟ چه فرقی میکنه؟ خب چیزی گرون گرونه دیگه، وقتی من خریدم هدیه میدم به اصل، یه مال اون میشه، اونم کیفش میکنه، حالش میبره. یعنی تو میخوای بگی که ارزش هدیه آدم به اون پولی نیست که ما بهش میدی؟ نیست؟ معلومه که نیست. پس به چیه؟ بریم با هم دیگه یه میان برنامه ببینیم، فکر کنم آقای معما رو برام دوستان آماده کردن، بریم آقای معما رو ببینیم، من میدارم اون بازی رو ببینیم سر جاش. این چی نظر چی به جای پلی استیشن اینو بدم بعد؟ بریم آقای معما رو ببینیم بیاین. ها اینو بدیم به اصل. اصل اصل بیا. No.
بله بچه های عزیز، برگشتیم با شما هستیم و داریم درباره این صحبت میکنیم که هدیه دادن چه آداب و رسومی داره، چی مهمه در این هدیه دادن، اینکه گرون باشه، اینکه ارزشش مادی باشه یا معنوی باشه، اینا داریم راجبش حرف میزنیم که ببینیم که واقعا چه اشتباهاتی بعضیا میکنن که وقتی میخوان هدیه بدن و هدیه بگیرن چه چیزایی تو فکرشونه، چه چیزای مد نظرشون و چه چی براشون مهمه. بله تلفن داریم. سلام. سلام سلام عزیزم. سلام. خوبی امو؟ عزیزم خوب هستی؟ سلام. 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 آره شما خوبه؟ اسمت چیه؟ نادیا. درسته؟ ندیا. 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 خوبی ندیا جون؟ خوبم. خدا رو شکر. مرسی که به ما زنگ زدی. تو تا حالا به کسی هدیه دادی؟ ندیا؟ سلام. الی داری با تلویزیون گوش میکنی؟ بچه ها لطفا با تلفن صحبت کنید وقتی زنگ میزنید، صدای تلویزیون رو کاملا ببندید، فقط با تلفن گوش کنید. باشه؟ مرسی. الو؟ الو؟ ندیا متاسفانه. ندیا قطع شد. بچه قبل از اینکه یک تلفن دیگه ای داشته باشیم، لطفا وقتی که به ما زنگ میزنید، وقتی که اون خاله یا عموی که بالا با شما صحبت میکنه بهتون میگه پشت خط منتظر باشید تا با پرستو پندار صحبت کنید، اون موقع دیگه صدای تلویزیونتون کاملا ببندید، فقط با تلفن گوش کنید. هر وقت ما به شما گفتیم سلام اسم شما چیه، یعنی که دیگه داری با ما صحبت میکنید و فقط هم از طریق تلفن با ما در ارتباط باشید. و حالا که دیگه گفتم بذار یه بار دیگه شماره تلفن وایبرمون هم بگم، چون اون دیگه زیرنویس نمیشه. شماره تلفن وایبر داریم برای پیامک‌هایشون که برامون پیامک بفرستید، سوالای ما مطرح میکنید منو پرستو که شما میتونید جوابشو تو وایبر برامون بفرستید یا اینکه زنگ بزنید به ما بگید. شماره تلفن وایبرمون رو یادداشت کنید، یواش میگم تا شما بتونید یادداشت کنید. 0-357-96-38-49-51. یه بار دیگه از اول میگم 0-0-5-7. خب این چی شد؟ این شد کد. 0-0-3-5-7 شماره کده. شماره تلفن 9-6-3-8-4-9-5-1. این شماره وایبره. این شماره وایبره. پیام بفرستی برامون. بله داریم در مورد هدیه دادن صحبت میکنیم. هدیه دادن خیلی خوبه. سالی که پیش میادی که وقتی ما میخواییم به همگه هدیه بدیم، آیا وقتی هدیه ای که داریم میگیریم یا میخواییم به دوستمون یا حالا به هر کسی که داریم هدیه میدیم این هدیه رو بدیم، آیا داریم فکر میکنیم که این هدیه اون طرف خوشحال کنه یا داریم فکر میکنیم که وقتی که داریم این هدیه رو میدیم کسایی که اونجا هستن با دیدن اون هدیه بگن وای چه هدیه ای، چه هدیه ای. و اما وقتی هم که شما به ما زنگ میزنید چند تا سوال داریم که از شما میپرسیم. اولین سوال ما از شما اینه که آیا وقتی به کسی هدیه میدین این که چقدر ارزش مادی داشته باشه براتون مهمه یا این که چقدر اون طرف مقابل دوست داشته باشه مهمه؟ دقیقا. یه سوال دیگه هم این هست که تا حالا بهترین هدیه که گرفتید شما تا حالا چی بوده؟ چی بوده؟ یا به این سوال جواب بدید و به ما بگید که وقتی به کسی هدیه میدید این که اون طرف مقابل خوشحال بشه مهمه یا اون که اطرافیان. اینو که نپرسیده بودم قبلا. فکر کنم یه همچین چیزی گفتی. یه چیز تو همه مایه ها بود. در اولی باید میگفتی هدیه که گرون باشه خوبه یا هدیه که ارزون و هدیه یا هدیه که طرف خوشحال کنه یا دیگران خوشحال کنه. این دو تا سوال. بهترین هدیه که گرفتی چی بوده؟ بله. اصلا یه سوالی پیش میاد. چه سوالی؟ اصلا بود چرا باید هم هدیه بدی؟ آها. چرا ما باید هم هدیه بدی؟ کسی که به یک دیگه هدیه میده بهش میخواد نشون بده که بابا جان عزیز من تو رو خیلی دوست دارم، من میخوام محبت خودم رو به تو نشون بدم و این هدیه رو برای تو آوردم، برای تو ارمغان آوردم و بهت اینو بگم که تو بدونی من به یادت بودم وقتی که تو نبودی پیشم، یا مثلا جای دیگه بودم، مثلا مسافرت رفتم برای هدیه خریدم آوردم، یا اینکه تولدت من یادم بود که تولدت رفتم بازار قبلش واسه تو هدیه خریدم آوردم. حالا اینکه چقدر ارزش
ارزش مالی یا پولی داشته باشه زیاد مهم نیست. بله مهم اینه که ما به یاد همدیگه هستیم و بدونیم که اون شخصی که داریم براش هدیه رو بگیریم برای ما مهمه. بله. ما اون انقدر دوست داریم. پس اگه ما یه هدیه رو دریافت کنیم از یه شخصی نباید به این اهمیت بدیم که حالا بزرگ یا کوچیکه، ولی باید بگیم که اون طرف چقدر به ما اهمیت داره، چقدر ما رو دوست داشت که اون هدیه رو برای ما گرفت. سلام به شما عزیز. سلام نرگس جان، 11 سالش از شیراز زنگ زده. سلام نرگس، خوبی؟ سلام نرگس، مرسی که با تلفن صحبت میکنی. نرگس از کجا فهمیدی؟ برای اینکه سریع جوابونو داد. از اون گفتی با تلفن صحبت کنیم، برای چی قطع شد؟ اشکال نداره نرگس جان، دوباره تماس بگیر و ما منتظر شما هستیم که باهات صحبت بکنیم. و اما راجع به هدیه دادن که گفتی، یه طرف دیگه، یه جای دیگه قضیه هم هست. چی؟ اون کسی که همش ما تا حالا صحبت کردیم از اول برنامه درباره اون کسی که میخواد هدیه بده. دقیقاً. اون کسی که هدیه میگیره. اما حالا میخوام بگیم درباره اون کسایی که هدیه رو میگیرن. این طرز فکر اشتباه که هدیه که من میخوام واسه مثلا یکی بخرم حتما باید گرون باشه، فقط مال اون کسی نیست که بخواد بخره. دقیقاً. اون کسی هم که هدیه رو دریافت میکنه نباید غرغر بزنه دیگه. چیه برداشته آورده؟ اه چی فکر کرده با خودش؟ یا وقتی که هدیه رو میبینه، مثلا بعضیا میگن هر چقدر هدیه پس بزرگتر باشه، یعنی اون چیزی که توشه خیلی بهتره. اگه پگه هدیه مثلا کوچیک‌تره اندازش، پس یعنی مثلا هیچی توش نیست. آره مثلا ممکنه توی یه جعبه کوچیک تلفن همراه باشه، بعد یه توی یه جعبه دیگه خیلی بزرگتر باشه، مثلا یه جعبه چیپس باشه. خب شما کدوم انتخاب می‌کنید؟ نه خب کلا، ولی به هر حال یادتون نره این البته میشه، ولی با حواستون باشه که وقتی که آره یه هدیه باز میکنین غور نزنیم دیگه، اصلا بگیم که اه چیه رفته واسه من گرفته، این رنگه اصلا تال دیدیم به همچین رنگی بپوشم آخه اصلا. حالا خلاصه دیگه قرای دیگه یا مثلا اگه یعنی چی فکر کرده با خودش رفته این سایز برای من خریده، فکر کرده مثلا چی سایز منم نمیدونه، این چیه رفته خریده گشاده، این چیه سایز نهنگ مثلا انگار میخواد بپوشه، یا مثلا این تا حالا دیده مثلا من از این لباس برق برقی بپوشم رفته برای من خریده، چی فکر کردی با خودت؟ خلاصه سوالی که شاید به هر حال هر کی یه جور سوال میپرسه دیگه، اینجور سوالا نباید بپرسی، مهم اینه که خب اون شخص ما رو دوست داشته. و یکی بعدیش اینه که بخوام مثلا یک دفعه ما بخوایم حرف بزنیم چقدر اون شخص ناراحت میشه. بله. این همه زحمت یه ضرب المثل هست، من بعدا میگم براتون. وقت... سلام. سلام. آخ نمیدونم چرا پگاه جون بود از تهران 9 ساله مرسی پگاه، پگاه تو زنگ بزن دوباره قربونت برم، مرسی که زنگ زدی، دوباره زنگ بزن، ما خیلی دوست داریم با شما صحبت کنیم بچه ها. بله شماره تلفن هایی که قبلا یادداشت کردین و بذارین کنار، یه شماره جدید الان میذاریم زیر نویس که شما به این شماره جدید تماس بگیرید با هر کدوم که تونستید، یه شماره دیگه اضافه آره کردیم که اگه اشغال بود شما با این شماره زنگ بزنید. خلاصه بتونید تو برنامه امروزمون مسابقه داریم. ببین مسابقه داریم، مسابقه انیمیشنی داریم که دیروز قولش دادیم امروز با اجرا میکنیم. بچه‌ای که مسابقه دوست دارن زنگ بزنن. و اون زبر مسئله راجع به این که وقتی یکی هدیه میاره خب؟ آدم چجوری باید برخورد کنه. میگن از قدیم گفتن، بذار من مثل آقای لقمانی بیام اول، حالا نمیخوام عده آقای لقمانی، از قدیم گفتن چی داشتم میگفتم، آدم نباید دندون اسب پیشکشی رو بشموره، آدم چی داشتم میگفتم دندون اسب پیشکشی رو که نمیشمورن، این آقای لقمانی میگه دندون چی رو بشمورن، اصلا میدونی یعنی چی این دندون، چرا اصلا اسب کجا بود، پیش پلی‌استیشن خریدم دندون اسب رو میخوام بشماریم، یعنی چی قدیما وقتی که میخواستن اسب خرید و فروش کنن برای اینکه بدونن اسب چند سالشه، خب اگه پیر بود مثلا دیگه خیلی اینطوری کج کوله بود که نمیتونست بار ببره، که یعنی که اصلا دیگه پیر شده دیگه استخوناش کج شده، این اسب پیر نمیتونست خوب بار بری کنه، به خاطر همین خیلی دوست نداشتن مثلا نمیخریدنش، یا مثلا دیگه مثلا دیگه ولش میکردن بره باختش علفش بخوره دیگه، چه کاری کار ازش نمیکشیدن. بعد از کجا میفهمیدن که اسب چند سالشه؟ میرفتن دندوناشو میشمردن، از تعداد دندونا میفهمیدن این اسب چند سالشه. هر چی دندوناش کمتر باشه سنش بالاتره، سنش کمتره، نه که بیفته که اینو فهمیدم. آره هر چی سنش بالاتر باشه دندوناش بیشتره. بعد اینو از اون میفهمیدن، اگه تعداد دندونا زیاد بود نمیخریدن، گفتن به درد کار کردن نمیخوره. حالا وقتی میگیم اسب پیشکشی، پیشکش همون هدیه است، همون کادو دادن، هدیه دادنه.
میگن یکی که یه اسبی بسات پیشکش کادو آورده دیگه نباید بری دندوناشو بشوره ببین چند سالشه، حالا ارزش گذاری کنی روش. این هم یه حرف واقعا آره. واقعا حرف چون بسید. آره این اسبی خیلیم گرون باشه مثلا حتما که اسب جوان بودو برو، این نباید این کارو بکنی. وقتی ازش بسات کادو میارن بگی دست شما درد نکنه، خیلی ممنون لطف کردی. چرا چون شخصی که برام داره یه هدیه میخره اینقدر خوشحاله، اینقدر خوشحال دقیقاً ذوق کرده رفته برام یه هدیه، رفته برام اسب خریده. حالا اسبی یه یالی چه دومی عجب پایی گذاشته، کلی وقت گذاشته رفته گشته یه هدیه برام گرفته برام گفته وا کار با بگی چیه؟ ببینید چقدر بده. چیه یعنی؟ من بودم دیگه هدیه نمیخریدم یعنی واقعا. برای اون منم بودم هیچ وقت دیگه براش اسب نمیخریدم. اسب نه، حالا هر هدیه. حالا هر چی. فرقی گیر داریم این اسب. اسب آبی. واقعا برای کسی داره جوجه تیغی خریدی؟ خرگوش خریدم. خرگوش خوب. جوجه تیغی دیگه من حالا چه فرق میکنه خرگوش و اسب و اینا همش یه ذره با هم فرق میکنه. گوشاشو چی اندازه؟ اسب آخه چجوری میخوای اسب بخری کجا بذارن مثلا؟ کجا بذارن؟ تو یخچال بذارن خراب نشه. کجا نگه دارن؟ خب معلومه دیگه تو پارکینگ. اسب پارکینگ. آقا پارک میکنن مگه دیگه. مگه ماشینه؟ مگه دوچرخه؟ مگه موتور کجا میذارن؟ اونم اندازش همونه دیگه فکر کنم مثلا موتور. خیلی خوب. باید رسیدگی بشه به اسب. رسیدگی باید بشه. بخیرش قضا داده شه، ازش نگهداری شه، سردش نشه، گرم. سلام. سلام. هلیا جون 7 ساله بود. از اهواز زنگ زده بود. تلفن قطع شد. متاسفانه امروز مثل که ما تلفنمون مشکل داره، ولی شما میتونید که به ما زنگ بزنید. دوباره تلاش کنید، شماره های دیگه هم میذارن همکارای ما که شما بتونید با اون شماره های جدید تماس بگیرید، با ما صحبت کنید. برای ما از طریق وایبر و یا شماره پیامک ما بفرستید. یه بار دیگه شماره وایبر رو من بخونم براشون. بخون لطفا. 20357-96-38-49-51 شماره وایبر ما هستش که چرا راحت تر باشه براتون که بخواید پیامک بفرستید، عکسی بخواید بفرستید، خیلی خوب، حتی جوکی برای ما بفرستید، خلاص راحت باشید و اینکه ما میخونیم تو برنامه همه رو. بله. اگه ویدیو عکس باشه نمیتونیم، ولی میتونیم یه قسمت بعد تو برنامه‌مون درست کنیم که عکساتونو اونجا براتون نمایش بذاریم. یه تلفن داریم جواب میدیم. سلام، از اصفهان. سلام، از اصفهان. آزاده؟ آرمینا. آرمینا از اصفهان. سلام آرمینا. سلام عزیز دلم، خوبی؟ سلام. خوبی. مرسی اگه ببخشید به ما زنگ زدی. می‌خوای سری بریم تو مسابقه یا نه؟ بله. دوستای عزیز مسابقه رو واسه آرمینا آماده کنید. بله. تا بریم مسابقه. آرمینا میخواد تو مسابقه شرکت کنه. آرمینا تا مسابقه آماده شه تو بگو ببینم با ارزش ترین هدیه که گرفتی خیلی خوشحالت کرده چی بوده؟ مثلا دوستمون میخواد یا مثلا آرزو میده، باید اون که دوست داره بهترش بخره، نه چیزایی که اون قیمت براش داره. آفرین دختر، خب دست بزن، دست بزن. یه تصویر کنید، یکی از وقتی میخواییم برای کسی هدیه بخریم میتونید فکر کنیم اون شخص به چه چیزایی احتیاج داره و خوشحالش میکنه و یکی از چیزایی که اون احتیاج داره رو بخریم، چون هم اونو بالاخره احتیاج داشته همون باعث میشه که خوشحال شه. ممکنه مثلا هوا سرد باشه به یه شال گردن احتیاج داره، خیلی هم گرون نیست ولی اونو خوشحال میکنه، کارش رو میندازه. آفرین آرمینا جون، مسابقه رو بگو. بریم مسابقه. آرمینا آماده ای بریم مسابقه؟ 3 جعبه داریم. این جعبه ها یه توپی میاد میره زیر این جعبه، خب بعد اینا شروع میکنه به حرکت کردن و جابجا شدن. شما باید حواست باشه زیر کدوم جعبه توپ هست، به ما بگی کدومه، سمت چپ، سمت راست یا وسطی. باشه آرمینا. آفرین. الان که نیومده که، الان آماده خواب کامپیوتر توپه رو بیار نشون بده ببینیم کجاست. بعد آرمینا خوب نشون به اون نگاه میکنه، به اون میگه که کجا رفته. خب الان توپ توی جعبه سمت چپ بود که روش نوشته محبت. خوب دقت. کجاست؟ خوب دقت کن به ما بگو. گفت سمت راست. گفت سمت راست کامپیوتر. وایسا هنوز تازه شروع نشده که. هنوز شروع نشده. هنوز باید بچرخه. آره باش. بریم ببینیم چیه. منتظر میمونیم که آرمینا به ما جواب بده. آها بگو وسطیه.
گفت وسطیه بریم ببینیم کامپیوتر به ما نشون میده که وسطیه درسته یا نه. یا دیگه چرا رفتی دور بایستی غریبی نکن بیا. به درست جواب دادی. ببین حالا کامپیوتر یه کادو هم بهت داده به عنوان جایزه یه آیه از کتاب مقدس داده، نوشته اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید. یوحنا 13:35. آفرین به تو دختر خوب و باهوش. آیه رو همیشه یادت باشه. مرسی که به ما زنگ زدید. دوستت داریم. مرسی دوستت داریم. خداحافظ. خب بچه‌ها ما مرسی زنگ زدید. عزیز دلم خداحافظ. به پیام داریم. امیر رضا از تبریز نوشته دوستتون داریم. سلام امیر رضا، ما هم تو رو دوست داریم. مرسی که به ما پیغام دادی. بله بچه خیلی ها به ما روی وایبر تلفن زدن، لطفا تلفن نزنید، فقط پیغاماتونو بنویسید. ما این تماسا رو نمیتونیم جواب بدیم ولی میتونیم پیغاماتونو بخونیم و وقتی پیغام مینویسید مثل امیر رضا حتما اسمتونو بنویسید و بنویسید از کجا زنگ به سر پیغام میذارید. مرسی از شما. بله سلام. اگر میخواید تماس بگیرید و صحبت کنید این تلفنایی که اینجا هست الان دلوقتي. این تلفن ها رو زنگ بزنید. سلام. الو سلام. سلام. اسما از مشهد زنگ زده، 12 سالشه. خوبی اسما جونم؟ خوبی اسما؟ ممنون. مرسی که با ما تماس زنگزدی. گرفتی. وقتی که شما میخوای یه هدیه‌ای به یه کسی بدی به چی فکر میکنی اول؟ چیکار میکنی؟ به این که باید خیلی گرون باشه یا اینکه یه چیزی باشه که اونو خوشحال کنه. شاید خیلی هم گرون نباشه. یه هدیه میدم که اونو خوشحال کنه. از خودش اول میپرسم. آها. اگه میخوام سورپرایزش کنم میپرسم مثلا تو نمی چه هدیه‌ای دوست داری برام میخرم. آفرین. یه جوری میپرسی که متوجه نشه که غافلگیر بشه. آفرین به تو اسما. مثلا یه جوری میپرسم که نفهمه. اگه میخوام مثلا یه هدیه میخوام که لازمش یه هدیه باشه که خوب باشه. آفرین. خیلی هم خوب. تازه این میتونه گرون باشه. میتونه هر چیزی باشه. گرون نیسته. بعد این چیز با ارزش باشه. آفرین دختر خوب. بریم تو مسابقه که شما که اینقدر باهوش اینقدر جواب خوب دادی الان دقت کن به این جعبه ها تا ببینی که این توپه زیر کدوم جعبه است. از کامپیوتر خواهش میکنیم که این توپه رو نشون بده که داره میره اون زیر. خوب دقت کن الان بهت نشون میدیم زیر کدوم جعبه توپ قرار میگیره و اسم این توپه محبته. محبته. پرستو با شماست تا ادامه مسابقه. برو پرستو. نه یعنی تو گزارش کن. الان بگو توپ زیر کدوم جعبه است. خب دقت کن دارید میبینی که این توپه داره تکون میخوره. نه توپه نه جعبه ها هی دارن جا به جا میشن. باید حواست توپ محبت زیر کدوم جعبه مونده؟ چپ راست یا وسط؟ توپ سمت راسته. بریم ببینیم کامپیوتر جان توپ سمت راست گفت جعبه سمت راست انتخاب کرده. با هم میبینیم. من حواسم نبود. آفرین به شما. ولی این چپ بود. کامپیوتر خودش کمکت کرد. آره یه هدیه هم بهت داده. همه عکس گرفتن چون تو زیر چپه بدون فکر هم تو زیر راسته. اشکال نداره قربونت برم واسه کامپیوتر خودش فهمید. کامپیوتر ما خیلی باهوشه. کامپیوتر دیگه فهمید. آره. که شما منظورتون بود اشتباهی گفتی و یه آیه شما هدیه گرفتی که این آیه اینه همه کارهای خود را با محبت انجام دهی. اول قرنتیان 16:14 این مرسی. همون هدیه گرفتن هم باید با محبت انجام بده تا طرف مقابل خوشحال بشه. خیلی متشکرم. من دفعه اولین بارم بود زنگ زدم. از شما زنگ زدم در قرار استفاده میشه ولی الان انقدر دوستاشون خیلی ممنونم. خیلی مرسی. 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 اسما جون دوست داری دختر خوب. مرسی که زنگ زدی. خداحافظ. خداحافظ. آفرین به تو. تلفن دیگه ای داری؟ مهدیه. مهدیه جون. 10 ساله از کجا؟ شاهروز. سلام مهدیه جون. خوبی مهدیه جان؟ شنیدم گفت برای اولی بار هست که از زنگ میزنه. خب خدا رو شکر. مهدیه شما به من بگو ببینم با ارزش ترین هدیه که گرفتی چی بوده تا حالا؟ خیلی خوشحالت کرد. من یه بار تولدم که بود پدرم واسم یک چیز بود عروسک خیلی خوشحالم کرد. آفرین. مرسی از بابای عزیز مهربونت که خوشحالت کرد با این عروسک خوب. خیلی خوب. حالا میخوام بریم تو مسابقه مو شرکت کنیم. کامپیوتر عزیز شروع میکنه و یک
توپی رو نشون میده که میره زیر سه تا جعبه دقیقا. که داری جعبه ها رو میبینی. این جعبه ها یهو شروع میکنن به حرکت کردن. شما باید دقت کنی که توپی که روش نوشته امید زیر کدوم جعبه است و وقتی حرکت کرد بگی که کدوم یکی از این جعبه ها توپ زیرشه و ما ببینیم که درسته یا نه. حواست هست به توپا؟ بگو. حواست باشه، خوب دقت کن و جواب رو به ما بگو. منتظر جواب تو هستیم. دقت کن که حرکت ها رو قشنگ به خاطر بسپاری. بگو. دیدی؟ بله. خب بگو. همون جعبه وسطی. بریم ببینیم. کامپیوتر جعبه وسط رو انتخاب کرد. بریم ببینیم. انتخاب کن. متاسفانه اشتباه بود. یکی دیگه انتخاب کن. خب کامپیوتر یک بار دیگه به دوستمون نشون بده که این جواب درستش کدومه. یه بار دیگه شروع کن این حرکتاشو بهش نشون باید بدیم که ببینیم این توپی که امید بود زیر کدوم جعبه است. خیلی خوب، یه بار دیگه کامپیوترمون بهت نشون میده این دفعه خوب که این توپه کجا میره و زیر کدوم جعبه قایم شده. اصلا من حرف نمیزنم، شما دقت و تمرکز کنید. آه بیا، دیدی من حرف نمیزنم، اصلا کلا زیاد سبز شد تصویر. سبز شد، اشکال نداره. خیلی خوب، اشکال نداره. حالا ما یکم باید صحبت بکنیم تا دوباره مسابقه رو بهت نشون بدیم. اشکال نداره. یه بار اشتباه گفتی دیگه. نه، یکی دیگه انتخاب میکنی، کاری نداره که. حالا سوال من از تو اینه، وقتی میخوایم به یکی کادو بدیم، هدیه بدیم، به نظر تو این که اون طرف مقابل خوشحال بشه باید برامون مهم باشه، یا اینکه اطرافیان یا مثلا تو تولد همه بگن واو چه هدیه گرون و خوبی خریده، این مهم باید باشه برای شما، یا اون کسی که داره هدیه رو میگیره باید مهم باشه؟ خوشحالی کدوم مهمه، مردم یا اون آدم؟ کدوم؟ همون که کسی که داره کادو رو دریافت میکنه باید برام خوشحال شدنش مهم باشه. خیلی خوشحال. بریم تو مسابقه. دوباره کامپیوتر جان نشون بده تا ببینه. منم حرف نمیزنم اصلا تا تو با دقت نگاه کنی که توپ امید که الان نشون میده تو جعبه وسطیه کجا میره. من هیچی نمیگم تا تو جواب بدی. دنبال کنی توپ آسونه. من بهشون میگم. بگو. منتظر جواب شما هستیم. بگو کدوم. وسطیه رو که گفتی اشتباه بود. جعبه اولیه. اولی یعنی سمت چپ یا سمت راست؟ اولی از کدوم بر؟ سمت راست. سمت راست. کامپیوتر راست سمت راست انتخاب کرد. بریم جعبه این که سمت راست. بله. کامپیوتر داره اینجوری آهنگ میزنه که بره بهت نشون بده. آفرین. و کامپیوتر یه جایزه به شما میده که یک آیه از کتاب مقدس از مزامیره. برات میخونم. ای کسانی که امیدتان به خداست شجاع و قوی باشید. یعنی وقتی شما امیدت به خدا باشه باید شجاع باشی و قوی، چون قدرتی که خدا داره از همه قدرت‌ها بیشتره. مزامیر 31. آفرین. درست بود. تو همیشه یادت باشه. مرسی که زنگ زدی. دوست داریم. خداحافظ. مرسی زنگ زدی. خداحافظ. اگه تلفن داری خوش شد. اگه سلام فاطمه جان. محمد رضا، هادی، فاطمه. ستایی با هم زنگ زدن. مرسی از مادر بزرگ عزیزشون که به ما زنگ زده و ما هم ازشون تشکر میکنیم. میخوام ما تشکر کنیم. بله. میگیم مادر بزرگ متشکریم. خب یک دو سه مادر بزرگ متشکریم. اینم تشکر برای مادر بزرگ عزیز. خیلی خوب. بچه ها میخوایم بگیم یه سوال اول ازتون بپرسی که با کمک مادر بزرگ جوابشو بدید. به ما بگید ببینم این که وقتی به یکی هدیه میدیم
اون طرفی که داریم بهش هدیه میدیم باید خوشحالیش برام مهم باشه یا بقیه که دارن تماشا میکنن اطرافیان؟ الو فاطمه هست؟ اون طرف که هدیه میگیری جون؟ چی؟ چی؟ دوچرخه هدیه میگیریم. دوچرخه هدیه میگیریم. باشه باشه. خب دوچرخه دوست داره دیگه، خوشحالش میکنه. اشکالی نداره که. بچه با هم بریم تو مسابقه. بریم. کامپیوتر عزیزمون خواهش میکنیم که بره تو مسابقه، یه توپو به شما نشون بده. بچه ها شما ستایی با 6 تا چش دقت کنید تا ببینید که این توپی که این وسط این گوشه هست الان، اسمش هم امیده، هی حرکت میکنه زیر این جعبه ها، بگید که زیر کدوم جعبه قایم میشه. من اصلا هیچی نمیگم، شما حواستون رو جمع کنید، بگید که زیر کدوم جعبه توپ ما قایم شده. نمیدونم. راست چپ یا وسط؟ کدوم؟ وسطیه. وسطیه میگه. بریم ببینیم. وسطیه. گفت وسطیه. گفتی وسطیه؟ گفتم وسطیه. بریم ببینیم چیکار کردن. فاطمه، محمد رضا، هادی. هادی. ببینیم جوابو. آفرین به شما. آفرین به شما. من فقط به خدا اعتماد دارم و امیدم به اوست. اینم هدیه برای شما ستا دوست گل ما. کتاب مزامیر باب 62 آیه 5. من فقط به خدا اعتماد دارم و امیدم به اوست. این به برای فاطمه دیگه. محمد رضا، هادی. فقط به خدا امید دارم. آفرین به شما. مرسی که بچه ها زنگ زدید. مرسی مادر بزرگ. مرسی از بچه ها. مرسی که زنگ زدید. یه تلفن دیگه داریم. شیما 11 سالش از چهارمحال بختیاری زنگ زده. این شیما یه بار زنگ زد تلفنش قطع شد. آفرین به تو که دوباره زنگ زدی شیما. خوبی شیما جونه؟ آفرین به تو شیما. آره خوبم. آفرین به تو. حالا که دوباره زنگ زدی دیگه وقت تو خیلی نمیگیریم، صاف بینیم تو مسابقه. پرستو با مسابقه شیما باش. چه عجب. مرسی. خواهش میکنم. خواهش میکنم. گفتم مریضی صدا در نمیاد. شیما جون بریم تو مسابقه. یه توپی شما میبینید به اسم ایمان. این توپ ایمانو حواست باشه، یعنی چهار چشمی و دو چشمی این توپ رو نگاه کن، ببین این توپ کجا میره و بعد ما بگو وقتی که وایستاد بگو کجا هست. نه اشکال نداره، کامپیوتر حواسش هست. خیلی خوب، حالا بگو خوب، دقت 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 و بگو که توپ زیر کدوم جعبه است. سمت راست. سمت راست رو انتخاب کرد. کامپیوتر منتظر جوابی. من که نمیدونم. بریم ببینیم درست دارم. آفرین به شما. آفرین به شما. بر خداوند توکل کن، ایمان داشته باش و ناامید مشو. اینو یادت باشه دختر گل. مزامیر کتاب باب کتاب مزامیر باب 27 آیه 14. به خدا توکل کن، ایمان داشته باش و ناامید مشو. مرسی. آفرین. مرسی که زنگ زدی. دوستت داریم. مراقب خودت باش. مرسی زنگ زدی. مواظب خودت باش. خیلی خوشحال شدم. ما خیلی خوشحال شدیم. دوستت داریم. خدافظ. بچه ها تلفن داریم. سلام میکنیم به دوست عزیزمون متین. 9 سالشه، از ملایر به ما زنگ زده. سلام متین جان. خوبی؟ رامیار 11 سال از اشنویه. اشتباه شده بود. آره اشتباه شده بود. ولی فکر کنم متین هم زنگ زده بود، تلفنش قطع شده بود. یا پشت خط هنوز. خب رامیار پس الان صحبت میکنی باش. الو سلام. سلام رامیار. بله. خوبی رامیار؟ بله. حال شما خوبه؟ بریم تو مسابقه، آماده ای؟ بله. بریم تو مسابقه. خیلی خوب، کامپیوتر یه توپ بهت نشون میده که یه توپ دارم قلقلی سرخ و سفید و آبی نیست، نمیزنم زمین، هوا ایمانه. نمیره، میره زیر یه جعبه. حواست باشه که زیر کدوم جعبه است. بگو. خب الان مواظب منتظر باش. بله خوبم. خب. بله
دقت کن توپه کجاست عزیز دلم. توپه رو نگاه کن، برو نگاه کن. من دیگه نمیتونم حرف بزنم، برم بخورم، صدا گرفته. باشه. خب بگو کجاست، راست، چپ، وسط، کجا؟ وسط. گفت وسط. کامپیوتر بریم ببینیم وسط یا در وسط. توپ جعبه وسطی. ببینی؟ جعبه وسطی. آفرین. آفرین به تو که درست جواب دادی. دیگه تو و هرچه با ایمان جعبه وسطی درست گفتی، قربونت برم، اینم جایزته. هرچه با ایمان در دعا طلب کنید خواهید یافت. کتاب متی باب 21 آیه 22. آمین. اینم هدیه با تو. هرچه با ایمان دعا کنی از خدا بخوای، خدا بهت اون هدیه رو میده. پس با ایمان دعا میکنی. مرسی که زنگ زدی، دوستت داریم. خدا نگهدارت باشه پسر خوب. خدا حافظ. آفرین به شما که زنگ زدی به ما. متینم تلفنش قطع شد. متاسفیم. دوباره زنگ بزن. آفرین بچه‌ای که همتون زنگ میزنید و با تلفن صحبت میکنید، نه با تلویزیون. پس ما بریم یه میان برنامه کوتاه ببینیم و برگردیم دوباره با شما هستیم. مسابقه مون ادامه داره. آره. بچه‌ها دوباره تماس بگیرید بعد از میان برنامه، با مسابقه با شما هستیم. بریم و برگردیم. بریم پس ببینیم. پاشو پاشو صبح شده باز، در اومده خورشید با ناز، نگاه بکن از پنجره پروانه داره میپره، گلهای قشنگو ببین، آسمون و ابر و زمین، همه چیز خیلی قشنگ، دنیامون چه رنگارنگ. خدای مهربون ما آفریده خیلی زیبا، از خواب بیدار شدی حالا بشین یه گوشه کن دعا. خدا هم برای مامان و بابا، هر روز کنی خدا رو یاد، تا شب هستی خندون و شاد. واسه نعمت‌های خدا هم برای مامان و بابا، هر روز کنی خدا رو یاد، تا شب هستی خندون و شاد. خدای مهربون ما آفریده خیلی زیبا، از خواب بیدار شدی حالا بشین یه گوشه کن دعا. خدای مهربون ما آفریده خیلی زیبا، از خواب بیدار شدی حالا بشین یه گوشه کن دعا. نعمت‌های خدا هم برای مامان و بابا، هر روز کنی خدا رو یاد، تا شب هستی خندون و شاد. واسه نعمت‌های خدا هم برای مامان و بابا، هر روز کنی خدا رو یاد، تا شب هستی خندون و شاد. ببین چقدر خوبه دعا، نزدیک‌تر میشی به خدا. ببین چقدر خوبه دعا، نزدیک‌تر میشی به خدا. میان برنامه قشنگی رو دیدیم، دعا. و چقدر هم واقعا خوبه که ما دعا وقتی که داریم دعا میکنیم شکرگزار باشیم، تشکر کنیم از خدا به خاطر تمام چیزهای قشنگی که برای ما آفریده، به خاطر پدر مادرمون، به خاطر سلامتیمون، به خاطر تک تک چیزایی که تو زندگیمون داریم و میتونیم به خاطر اونها شکرگزار باشیم و خداوند تشکر کنیم. پس همیشه یادمون باشه
که همیشه و همیشه شکرگزار باشیم و چیزای خوبی که تو زندگیمون هست رو ببینیم. بعد یک تلفن داریم. سلام ریحانه جونم از قم. سلام ریحانه دلم. خوبی؟ سلام. دوست داریم ریحانه بریم سریع تو مسابقه. با تلفن لطفا صحبت کن ریحانه. صدای تلفن تلویزیونتو ببر. در تلفن تلویزیون ببخش که راحت با هم صحبت کنیم. توپ محبت رو داریم تو جعبه سمت چپی. بشن حواست باشه ببینیم توپ کجا میره. فدا چشم چپ آفرین که صدا تلویزیونتون رو کم کردیم. نه کم نکرد. آهان قد شده بود. خیلی وسطه؟ بریم ببینیم. وسط انتخاب کرد. بعدم نمیاد واسه همین نمیتونم هیچی بگم. باید ببینیم. محبت درست گفتی. و جایزه تو اینه ریحانه جونم، اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید. یوحنا باب 13 آیه 35. آفرین ریحانه جون، درست گفتی. مرسی که تماس گرفتید. یه بار دیگه تشویقش کنید ریحانه. بله یه بار دیگه دست میزنیم برای ریحانه. آفرین به شما. مرسی که تماس. و اما یه چه دوتا پیام بخونم از وایبر که برامون فرستادن. این سلام خاله و عمو، من شما رو خیلی دوست دارم. اسم من مهرزاد، 7 ساله از کرج، دو تا قلبم گذاشته. ما هم تو رو خیلی دوست داریم مهرزاد. مرسی که تماس گرفتی. و اما یه دونه تماس دیگه داشتیم که قبلا پیغامش خونده بودیم و اسمش هست امیررضا از تبریز که عکسش رو برای ما فرستاده و تشکر کرده از ما که براش پیغامش رو خوندی. مرسی از تو که پیغام دادی. ما هم تو رو خیلی دوست داریم. مرسی امیررضا. تشکر کنید امیررضا. مرسی امیررضا. خیلی خب یه تلفن داریم که جواب بدیم. سلام الهه جونم. سلام. 10 ساله از زابل. از زابل. بریم ریحانه جون با هم دیگه توی مسابقه. الهه ببخشید. خوب محبت سمت راست ببینید. دارم قلقلی نیست. هست ولی سرخ و سفید نیست، فقط قرمزه. سرخه دیگه. آره قرمز همون سرخه دیگه. فرق میکنه من دیگه. قرمز نیست سرخه. آقا چون چند جور قرمز داری؟ من این تازه یاد گرفتم. دقت شد. تو شما حدس بزنی گفتی کجا؟ من داشتم راجع به فرنگ قرمز فکر می‌کردم. اشکال نداره. شکر کننده بعدی میگه. سلام. سلام. مهیار 10 سالش از کجا؟ قم. از قم زنگ زده. سلام مهیار. خوبی عزیز دلم؟ خوبی؟ خیلی وقت نداریم. عزیز دلم مستقیم میریم تو مسابقه. یک توپو می‌بینی که میره زیر یه جعبه. این جعبه شروع می‌کنم به اینجوری شیطونی دقیقه مثلا بازیگوشی میکنن هی میرن این مرون بر. شما به ما بگو که اینا زیر کدوم توپه رفته، کجا قایم شده این توپه. شما حواست به این جواب باشه. دقت بکن به جعبه ها که ببینی توپ زیر کدومشون قایم شده. فکر کرده کجا میخواد بره، دوری نمیتونه بره. همینجا هاست، زیر یکی از این جعبه هاست. جعبه سمت راسته یا جعبه سمت چپه یا وسطیه. دیگه از این راهنمایی بیشتر من نمیتونستم بهت بدم. زحمت کشیدی شما. اتفاقا واقعا جعبه اینجا نیست. خواهش میکنم. دیگه این کاری بود که دستمون برمی اومد. بگو. سمت چپی. چپ. بریم ببینیم. سمت چپ رو انتخاب کرد. کامپیوتر. بریم ببینیم جعبه سمت چپ. بگم درست باشه چون من نگاه کردم. توپ زیرش هست یا اگه بود چون درسته که به جایزه بحبه توپه محبت. جایزه چیه؟ دیگه همه کارهای خود را با محبت انجام دهید. اول قرنتیان باب 16 آیه 14 هر کاری که میخوای بکنیم باید با محبت انجام بدیم. بله
هدیه بخوام بدی. مرسی عزیز دلم، دوستت داریم و مرسی بگی که به ما زنگ زدی. خداحافظ. مرسی پندا، اگه یاد باشه قولی یاده بودی. بله بله، اگه تولد میخوای بخونی آهنگ تولد برای همه بچه‌هایی که تو این هفته هفته دیگه تولدشونه و دوستمون عسل جون. بله سلام نگین جون، 11 سال از کلاردش. سلام نگین، خوبی؟ بله. مرسی که به ما زنگ زدی نگین جون. برنامه شما خیلی دوست دارم. مرسی نگین. ما خیلی دوست داریم. ما هم شما رو دوست داریم. مرسی که زنگ میزنی. بریم تو مسابقه نگین جون. بله. خیلی خوب. توپا رو داریم میبینی آمادن؟ جبه. توپ نه. یه توپ سه تا جبه. پرستو؟ توپ امید رو میخواییم دنبال کنیم در جعبه وسطی و ببینیم وقتی که این جعبه ها وایستادن توپ کجاست؟ بله خیلی خوب، حرکت ها دقت کن و خوب حواست رو جمع کن که کدام سمت چپ بریم، سمت راست بریم، راست 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 رو انتخاب راست. کرد بریم. خب بریم راست، بریم راست، بریم راست. کامپیوتر جعبه سمت راست تو زیرش هست آیا یا نیست آیا بله آفرین بچه همه رو دوست دختر بوزا همه رو یدیم توب زیرش هست گویا و این هم جایزت قرمونت برم نگین جون ای کسانی که امیدت هم به خداست شجاع و قوی باشی مزامیر باب 31 آیه 24 آفرین یه بار دیگه دست بزنیم واسه نگین جون دست میزنیم دست میزنیم مرسی عزیز دلم دوستت داریم خداحافظ خداحافظ مرسی که تماس گرفتی بریم آهنگ تولد بخونیم بریم آهنگ تولد بخونیم که این آهنگ تولد تقدیم میکنیم به عسل جون دوست عزیزمون که میخواییم بریم خونهشون بعد از برنامه تولدشه و همه شما دوستای عزیز که امروز دیروز فردا و کلا تو این هفته و هفته دیگه تولدتونه تولدتون مبارک داریم برات آهنگ میخونیم بستنی هم بخواه تولد تو عزیز دل مبارک لبخند باشه به لبه همیشه ای عزیزم آی پسر کوچولو آی دختر خنده رو روزت خجسته باشه شادی و خنده باشه آی پسر کوچولو آی دختر خنده رو روزت خجسته باشه شادی زبون توی روز تولد تو با هم یاد میگیریم هممون عزیز و عشق و راستی چقدر خوبه براستی دنیای پر محبت باشه تو صمیمیت عزیز و عشق و راستی چقدر خوبه براستی دنیای پر محبت باشه تو صمیمیت باشه تو صمیمیت بله اینم آهنگ تولدی که تقدیم کردیم به همه بچه‌ای که تو این هفته هفته آینده کلا تو این ماه تولدشونه تولدتون مبارک پس کنید تماس داریم سلام 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 خوبی اسمت چی عزیز دلم احسان سلام سلام از پیرانشهر اگه اشتباه نکنم درسته ایران شهر بگو ببینم تو با ارزش ترین هدیه که تا حالا گرفتی چی بوده که خیلی خوشحالت کرده موتور گرفتی چند سالت مگه چند سالته یسا خیلی ای موتور گازی ها میگیری ای کوچولو آره
موتور کوچولو آره خیلی احتیاط کن ها، 11 ساله موتور خیلی دیگه خیلی خطرناکه. کلا سر میکنی سوار موتور میشی؟ خطر نداره. ایمنی رو رعایت میکنی؟ آفرین به تو، حتما خیلی باله. کوچیکه. ایمنی رو رعایت میکنی؟ کلا بزرگ نه. بزرگ نه. به نظر تو وقتی میخوام به یکی هدیه بدیم حتما باید گرون باشه تا خوشحالش کنه یا نه یه چیزی باشه که احتیاج داره؟ نه ارزونم باشه خوشحال میشه. آفرین به تو، آفرین به تو، خیلی عالی، مرسی که زنگ زدی. به دردش بخوره. آفرین، به دردش بخوره. آره حرف حق دیگه، مثلا الان به درد تو موتور به دردت میخوره، ماشین به دردت نمیخوره که برات ماشین بخرن. میخوره نمیخوره؟ گواهینامه نداره هنوز. اه که گواهینامه نداری رانندگی کنی نکو این حرفو. بذار 18 سالت که شد همون روز صبح که تولدت آره. شد برو اونجا وایس دم در اداره راهنمایی رانندگی گواهینامه بگیر. آفرین. حالا دو سه روز بعدش نه من همون روز میخوام برم. مرسی که زنگ زدی. مراقب خودت باش، خیلی حواست باشه سوار موتور میشی، ایمنی رو رعایت کن. باشه؟ مراقب خودت باش. خدافظ. خدا ریحانه به ما زنگ زده بود دوباره پشت خطه. سلام ریحانه جورم. سلام سلام ریحانه از قم که قطع شده بود تلفنش. سلام ریحانه با تلفن لطفا. قربونت برم، صدای تلویزیون تو ببر بابا صحبت کن. این همچنان داره تکون به رنگ لباس هم بخوره. دوست دارم ریحانه با تلفن صحبت کنه. اینم داره صحبت بکنه دیگه، اینم دیگه داره صحبت آره. ریحانه سلام. سلام ریحانه جو. سلام 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 ریحانه، مرسی سلام. که دوباره زنگ زدی قطع شده بود تلفن. فقط میگی سلام یعنی ریحانه پشتکارتو دوست دارم یعنی. آفرین ریحانه، مرسی مرسی ریحانه جو که زنگ زدی. متاسفانه مرسی که صدا مرسی زنگ زدی ریحانه، ببخشید که همش با تلفن صحبت نکردی، با تلویزیون صحبت کردی. باران. باران از کرمان زنگ زده 12 سالشه. سلام باران. سلام سلام باران جونم. خوبی باران؟ یه سوال خیلی کوتاه ازت میپرسیم، به نظر شما هدیه ای که میخریم برای کسی باید پولش خیلی زیاد باشه تا با ارزش باشه، یا اینکه چیزی باشه که اونو خوشحال میکنه؟ کدو چیزی میخواد که اونو خوشحال کنه؟ میتونه یه چیز خیلی ارزون هم باشه ولی من دست ندارم ولی با محبت باشه، مثل همین کاری که تو کردی با یه تلفن کوچولو به ما رو خوشحال کردی. مرسی باران اصلا. که زنگ زدی. بازپخش برنامه ها رو بگم روزا و ساعتش رو قبل اینکه بریم دعا کنیم. اینکه تکرار برنامه جمعه ما رو، اولا که جمعه برنامه ما ساعت 4:30 به وقت ایرانه، تکرارش رو میتونید دوشنبه ها ساعت 5:30 عصر به وقت ایران ببینید و چهارشنبه ساعت 8 صبح به وقت ایران. مرسی از همه شما برنامه که امروز برنامه رو تشکر میکنیم از شما تماشا کردید. بریم دعا میکنیم برای آخر برنامه. مهربان که آفریده جهان، از آسمان و دریا تا خشکی و جنگل ها، ما کودکان زیبا در همه جای دنیا، خورشید گرم و سوزان، ماه قشنگ و تابان. بله بچه ها برگشتیم و مرسی از همه شمایی که شما رو برنامه ما رو تماشا کردید. ببخشید بچه هایی که پشت خط موندید نتونستیم با شما صحبت کنیم، حتما با ما در ارتباط باشید در فیسبوک و وایبر. بله پنجشنبه ساعت 4:30 به وقت ایران میبینیم اتون. تا هفته دیگه پنجشنبه ساعت 4:30 با شما هستیم، پس مواظب بتون خودتون باشید. دوستتون داریم، همیشه سپاسگزار باشید. خدا حافظ. Yeah.